یک بار دیگه همه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه کنونی امروزی میگم و میشنویم که جناب دکتر صاحب خالدی چی گفتنی های بر ما دارن. سوالاتن رو لطفا بنویسین، سوالات جواب گفته خواهد شد و امیدوار هستم که پر حرفی مرا ببخشین، کم زیاد گپ زدم. زنده باشین خالدی صاحب، به برنامه بسیار خوش آمدین، بفرمایید شما صحبت کنید. همجانان بسیار گرامی سلام عرض میکنم از تلویزیون محترم وطن و بخصوص از متصدی تلویزیون محترم جمشید پایمرد. یک دنیا تشکر که فرصت مساعد ساختد امشب در خدمت شما باشم و در مورد مسائل بسیار مهمی که در شرایط فعلی افغانستان برای در ذهن همه خطور کرده و در ذهن همه زنده است صحبت کنیم. ما در یک تعداد از دوستا، تعداد از فعالین سیاسی اجتماعی، یک تعداد از فعالین مدنی که در خارج از افغانستان قرار دارند به یک ابتکاری دست دادند که یک گفتمان ملی ایجاد شده برای ازی که ما بتوانیم یک اندیشه ملی را برای رفع بحران‌های فعلی افغانستان یا مشکلات فعلی افغانستان تدوین شود که همه مردم ما به گرد از او بتوانند جمع شوند. یعنی یک وضع موجود قسمی است که متاسفانه بعد از 8 ماه کوچکترین امیدها برای یک افغانستان متمدن و متحد زیر حاکمیت طالبان از بین رفته و در حالت افول است. طالبان نه کدام قانون اساسی را معرفی کردند و نه می کنند و نه به قانون کدام عقیده دارند. به نظر طالبان قرآن مجید و شریعت برای اداره امور دولت و اداره امور جامعه و مملکت کافی است. این برداشت طالبا برداشت بسیار متحجر و منجمد است از دین مبین اسلام که هیچ گونه بر شرایط فعلی جامعه ما و جامعه جهانی در مجموع و کشورهای اسلامی در مجموع قابل انطباق نیست. هیچ کشور اسلامی در دنیا ما وجود ندارد که تنها بر اساس شریعت اداره شود. تمام کشورهای اسلامی قوانین مدنی دارن، قوانین اساسی دارن که امور روزمره زندگی خود را بر اساس از او اداره می کنن. برای از این کار بنابراین افغانستان در شرایط قرار گرفته، مردم افغانستان در شرایط قرار گرفته که تمام امیدهای خود برای آینده از دست می تن. معلوم نیست طالبا با این سیاست ها افغانستان هم مردم افغانستان به کام طرف سوق میدن. ما طالب که میبینیم بزرگترین بازنده در این قسمت تعلیم و تربیه و علم است در افغانستان و بخصوص زنای افغانستان. طالبا تصمیم گرفتن و پالیسی ها از واقع قسمی است که اختلاط زن و مرد در جامعه قبول ندارن، جدایی زن و مرد شعار میتن، تبلیغ میکنن و عمل میکنن. اخیرا فرمان دادن که در پوهنتون ها دخترها روزای تاق برن و پسرها روزای جفت برن یا برعکس. این آغاز کار است، بخصوص ای که طالبا از رفتن دخترای سنین مکتب ثانوی و لیسه جلوگیری کردن. ای به این معنی است که امی اجازه دادن به شاگردای محصلین دختر هم موقتی است، بلکه که بعد از 4-5 سال ما هیچ فارغ تحصیل دختری نخواد داشتیم از مکاتب افغانستان، لیسه های افغانستان که او قادر باشند به تعلیمات عالی بپردازند. بنابراین این خود به خود یک دسیسه است برای از اینکه اناس افغانستان از جامعه تجرید کنند. وقتی که اناس درس نخونده باشند، تعلیم نکرده باشند، بنابراین او در جامعه سهم گرفته نمیتونن، در خارج از خانه در هیچ کاری نمیتونن سهم گرفتن، حتی در اموری که اشد ضرورت به تعلیم و تربیه خانم هاست، مانند طبابت، مانند نرس ها، کار در شفاخانه ها، کارهای بسیار اختصاصی که زن ها در او میتونن انجام بدن، معلم ها
برای که معلمین مکاتب ابتدایی که حتی اجازه میدن ما نخواد داشتیم از طبقه اوناست که برن شاگردای دختر یا دست بدن. بنابراین ای افغانستان ضربه بزرگی است که به افغانستان زده میشه. تا به حال طالبا مثل که در گوشه خود پنبه ماندن یا برشان دستور داده شده که پنبه بانین و به هیچ مشوری گوش نمی کنن، از دنیا تجدید شدن، هیچ کشوری واره به رسمت نشناختن. ای که جنگ ختم شده به معنی این نیست که ما به صلح رسیدیم. طالبا تا حال صلح در افغانستان تطبیق با وجود ناوردن، تنها حملات خود کم کردن، انتحاری های خود کم کردن، از بین بردن، نمی کنن دیگه، خودشان حمله نمی کنن جایی. اما گروه های دیگه در افغانستان هستن که همه روزه جنایت می کنن، ترور می کنن، وحشت در جامعه ما ایجاد می کنن، در غرب کابل اخیراً، در مزار شریف، در بلخ، در جلال آباد واقعات صورت گرفته که به کشته شدن یک تعداد زیادی از هموطنان ما انجامیدن. بنابراین برای از این که ما بتانیم برای جوانای افغانستان، ما سنای ما و دانشمندایی که در کار تدوین اندیشه ملی سهم دارن اکثرشان از سنای 70 به بالا هستند و ما به یقین که عملا چیزی از دست ما ساخته نیست، اما آن چی ما میتونیم انجام بدیم ایست که ما اندوخته های عمر خود، تجارب زندگی خود، تجارب تعلیم و تربیه خود، تجارب جهان دیدگی خود در قالب یک اندیشه ملی که برای منافع ملی افغانستان دو متضمن باشه منعکس کنیم و برای جوانان خود، برای کسایی که میتونن اثر پذیر در افغانستان باشن این انتقال بدیم، همراه با همکاری زوایی کار بکنیم تا ما بتانیم به یک اتحاد نظر در مورد این که چی باید کرد نائل شویم. سوال اساسی است که ما باید چی کنیم، چی باید کرد؟ ما این وضع موجوده چطور بتانیم اصلاح کنیم؟ آیا ما طالبا را هر کاری که میکنن تایید کنیم؟ یا ایست که ما باید بحث مشاور طالبا عرض وجود کنیم؟ یا ایست که ما کوشش کنیم بدیل برای طالبا پیدا کنیم؟ این سوال است که در ذهن همه خطور میکنن. یه گروه مقاومتی که به حساب مقاومت پنشیر یاد شده نظر به سابقه گذشته فاسد خود که این اشخاص که در اصل از این مقاومت هستند و اهدافی که در نظر دارن قابل قبول مربر مردم افغانستان نیست. این مردم در زمانی که در قدرت بودن، در 25 سالی که در قدرت بودن، 26 سالی که در حضور داشتن، در 30 سالی که در یا 40 سالی که در فعالیت سیاسی در افغانستان حضور داشتن، به جز تباهی بر مردم افغانستان دیگه چیز به ارمغان ناوردن و فساد، غیر از فساد و تباهی کار دیگه را یا به ارمغان به مردم ناوردن، نه به دموکراسی اعتقاد داشتن، نه به حاکمیت دولت اعتقاد داشتن، نه به قانون اساسی احترام داشتن، نه به مبادی قانون اساسی و نه به بنیادهای دموکراسی عقیده داشتن. بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. ما باید در جستجوی یک الترناتیف باشیم، یک بدیل باشیم برای از اینکه ما چگونه میتونیم جامعه خود را به پیش ببریم. برای این کار سوالهای مختلفه، یعنی برای رسیدن به این سوالهای مختلفه در ذهن تمام وطن پرستا، کسایی که عشق وطن به سینهشان است، شعله میزنه، ظهور میکنه و در جستجوی یافتن پاسخ ها به او هستند. ای که ما چگونه میتونیم مؤثر واقع شویم در تغییر اوضاع افغانستان. بنابراین ما در این مرحله از زندگی خود ما نمیتونیم زیر یک حکومتی که نامش حکومت اسلامی ماندن، اما او در حقیقت در حقیقت امر شیوه حکومت ذهنی
یک تعداد مردم است که به جز دی جای دیگه را ندیدن، زندگی شهری را تجربه نکردن، زندگی شهری را نمیشناسند، از ارزش های زندگی شهری با خبر نیستند. مثلا حکم میکنن که ما لباس ما باید اسلامی باشد، در حالی که پیرهن‌تنبان افغانی هرگز اسلامی نیست. ما در کجای عربستان در زمان پیغمبر اسلام پیرهن‌تنبان گیبی میپوشیدیم؟ عربا خو پیران دراز می پوشن، زیر دوم چیزی نمی پوشن، لوچ از کنشان. ولی این لباس افغانی ما در کجا اسلامی است؟ اگر من دریشی می کنم یا اگر من لباس افغانی می پوشم، هر یک از این اسلامی نیست، یعنی مطابق به آنچه در صدر اسلام می پوشیدن کسی مطابقت نداره. بنابراین چی دعواست که ما باید لباس حتما وطنی بپوشم که او را قبول میکنن که اسلامی است، ولی لباس مثلا اروپایی دریشی که ما کردیم ایره میگن که نه این نباید بکنی، یا مثلا کلام پوشیدن یا غیر از اون. این نادانی است، این جهالت است، این نفهمیدن از اساسات دین است. بنابراین ما در اینجا متوجه هستیم یا مردم ما علاقمند است که یک دولت مدنی در افغانستان قدرت داشته باشه که جامعه را بر اساس قوانین مدنی، بر اساس یک قانون اساسی و دیگر قوانینی که توسط مردم، توسط نمایندگان مردم در یک پارلمان تصویب میشن اداره شه. برای رسیدن به این کار ما کسایی که گفتمان ملی را برای انداختن تصمیم دارند که ما در تدوین این اندیشه ملی چند موضوع را در نظر بگیریم، یعنی اقدامات که باید صورت بگیرد چی باید باشه، برای رسیدن به چی باید کرد، برای جواب دادن به سوال چی باید کرد. اول ما باید یک اندیشه ملی یا تفکر ملی یا منشور ملی متحد کننده را تدوین کنیم، مسوده ایدی را تهیه کنیم، ایره در خدمت هموطنان خود قرار بدیم، کسایی که فعالین سیاسی هستند، فعالین اجتماعی هستند، متخصصین هستند، دانشمند داستن، در سیاست میفهمن، علاقمند مسائل سیاسی افغانستان هست، چی از جوان تا کهنسال قرار بدیم که و نظر بتن و ای بعد از این که مورد قبول با در توجه به نظریات همه این ما باید تدوین کنیم. در این که این کار اولی ماست و مباحثه امشب ما هم بالا یکی از امی عناوین است که در زیر امی منشور ملی باید به او پاسخ داده شود، که او خودش دولت سازی است در افغانستان، یعنی یکی خود دولت سازی است که چگونه این دولت ها ارزش ها چی می باشه، چگونه ایجاد میشه، مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی که هنوز هم نافذ است در اسم، این میتونه یک مدل خوبی باشه در قسمت. اما در افغانستان تعداد زیادی از هموطنان ما هستند که از سیستم متمرکز دولتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به او اشاره شده، این یک سیستم ریاستی جمهوری راضی نیستند و حتی ادعا میکنند که سیستم ریاستی جمهوری متمرکز، سیستم ریاستی متمرکز جمهوری جوابگوی نیازمندی های مردم در اطراف و اطناف کشور نیستند، در دهات نیستند، مردم اطراف در اداری امور خود بسیار سهم کم دارند، هیچ جایی سهم ندارند، هرچی که از مرکز هدایت داده میشه او تطبیق میشه و این مطابق با منافع مردم نیست. بنابراین یکی از ما به نظر شخص ما این را برداشت جدی میدانم، برداشت درست میدانم، از لحاظ منطق، از لحاظ هدف عدالت اجتماعی که تقاضای همه مردم است که در افغانستان عدالت اجتماعی مراد شود و مردم سهم داشته باشند در تصمیم گیری بالای اداره روزمره دولت و حکومت
و کارهایی که در کشور انجام میشه و بالایشان تاثیر داره. به این خاطر صحبت بالای این موضوع یک صحبت لازمی است و ضروری است، اما در گذشته ترسی که وجود داشت، نگرانی که وجود داشت، مخصوص در 20 سال حکومت جمهوری اسلامی، خطری که وجود داشت این بود که ما بازمانده های امی تنظیم های جهادی، سرکرده های جهادی، قماندان های محلی یا افغانستان به حوزه های نفوذ خود ما بدل کرده بودن، به جزیره های قدرت ما بدل کرده بودن. در زمان جهاد ضد اتحاد شوروی، ضد جنگ با دولت خلق و پرچم، یا این شکل جزیره های قدرت قوام یافته بودن، متشکل شده بودن، و این بخصوص در احزاب افغانی که در پاکستان مرکزیت داشتن و احزاب افغانی که در ایران مرکزیت داشته بودن، بر اساس خطوط قومی یا تنظیم شده بودن، خطوط قومی، خطوط زبانی و خطوط مذهبی. کسایی که در ایران متشکل شدن همه شیعه مذهب بودن، کسایی که در پاکستان متشکل شدن همه سنی مذهب بودن، و باز هم در بین سنی مذهب ها نظر به هر گروه های سمتی بود، گروه های مختلف بود. که این زمانی که مجاهدین به قدرت رسیدن در سال 1992 تا 96 افغانستان به یک فاجعه مبدل کردن، جنگ هایی که با هم انجام دادن زیر نام قومیت و زبان و مذهب و دست یافتن به قدرت هرچی بیشتر دولتی، افغانستان به مخروبه تبدیل کردن. خطری که امروز در افغانستان در 20 سال گذشته موجود بود از غیر متمرکز شدن نظام سیاسی افغانستان، یا نظام اداری افغانستان بگویم، نظام اداری ملکی افغانستان، همی بود که مردم با تجربه بدی که داشتن از زمان جهاد جهادیون و حکومت مجاهدین 1992-96، نمیخواستن دوباره همی جزیرهای قدرت احیا شده و دوباره مردم در دهات و اطراف افغانستان زیر اسارت و زیر بندگی همی جنگسالارا، قماندان های جهادی بازم قرار بگیرن. اما امروز یگانه دلیل مثبت، یگانه اثر مثبتی که ما از بین رفتن یا از متواری شدن این قماندان های جهادی و این سرکرده های گروپ تنظیم های جهادی اینجا در با وجود آمده ایسته که ما امی جزیره های قدرت از بین رفته در افغانستان. وقتی جزیره های قدرت از بین رفته، بنابراین خطر تجزیه افغانستان هم منتفی شده و ما میتونیم بدون دغدغه خاطر بالای بهبود و اصلاح اداری ملکی افغانستان یا تشکیلات ملکی افغانستان صحبت کنیم و در ایجاد از او کار کنیم و مطمئن باشیم که ما در نتیجه ای تمرکز بالای بهبود و اصلاح اداره ولایات و محلات افغانستان یا اداره افغانستان در ولایات، هدف رسیدن به عدالت اجتماعی و تأمین حقوق مردم در قسمت سهمگیری در اداره امور خود، به بهبود حکومت داری در افغانستان می انجامه، به بهبود سطح زندگی مردم می انجامه و به بهبود فعالیت های انکشافی در نقاط مختلف افغانستان به صورت عادلانه و به صورت مساویانه و متوازن می انجامه. چون در اون صورت مردم در خودشان حاکم بر سرنوشت خود میشن و فعالیت های انکشافی نظر به نیازمندی های هر ولایت و هر واحد به اصطلاح غیر متمرکز، اگر نام شما فدرال میبانیم یا فدرالی هم فرق حال نمی کنه،
قبلا مردم از فدرال فدرالیزم می ترسیدن که منجر به تجزیه افغانستان نشه، اما خوشبختانه امروز این ترس در میان رفته، این نگرانی از میان رفته، بنابراین ما می تونیم با بسیار به صراحت و در این مورد صحبت کنیم، به خصوص که یک تعداد زیادی از هموطنان ما این را می خواهند. اما مشکلات زیادی که در قسمت وجود داره، مسئله اساسی که وجود داره ایست که می تقسیمات فدرالی ولایات بر اساس کدام مؤلفه ها صورت بگیره، بر اساس کدام شاخص ها صورت بگیره، اساس تقسیمات چی باشه، آیا اساس تقسیمات مسائل سمتی و منطقوی باشه، آیا ای تقسیمات بر اساس ساختمان طبیعی جغرافیایی مملکت صورت بگیره، چون افغانستان ما میفهم کشور کوهستانی است، در دره ها و وادی های مختلف وجود داره، مناطق هموار وجود داره که و کوه های سر به فلک کشیده که مناطق هستم مجزا کرده، آیا به صورت ما با نظر داشت مناطق تاریخی و طبیعی کشوری تقسیمات فدرالی صورت بگیره، یا ایست که در این تقسیمات فدرالی موضوع قومیت و موضوع زبان هم در نظر گرفته شوه و همچنان موضوع مذهب هم در نظر گرفته شوه، چون هدف ایست که ما در مناطقی که هر واحد فدرالی ایجاد میشه ما در اونجا تا جایی که امکان داشته باشه مردم از لحاظ زبان و قوم متجانس باشن تا تفاهم بین مردم در اونجا موجود داشته باشه و تضاد ها یا کمتر باشه، اما در عین زمان مسئله ایست که ما در هیچ گوشه افغانستان نیست که ما تنها یک قوم یا یک زبان در اونجا حکومت کنیم. در افغانستان اگر ما خواسته باشیم سیستم فدرالی ایجاد کنیم به می تجربه استرالیا، تجربه هندوستان، تجربه پاکستان برای ما مساعدتر است، مناسبتر است تا تجربه امریکا، چون ما در این تجربه که در هندوستان است یا پاکستان است یا استرالیا است، اولی که ایالات از لحاظ اداری امور خود کاملا مستقل است، مردم حکومت ایالتی را تشکیل میده، در اینجا پارلمان ایالتی وجود داره و همچنین شوراهای محلی وجود داره که همش توسط مردم انتخاب میشه یا که و شاروالا را انتخاب میکنن، یعنی اداره در استرالیا با سه طبقه است، سه طبقه اداره میشه، یکی شورای کانسل هاست که نمی به حساب ما شما بولیسوالی هاست یا شاروالی هاست، دیگه اداره ولایت است و دیگه سطح ملی است. در سطح محلی که دو واحد است، یکی نمی شاروالی هاست یا کانسل هاست یا بولیسوالی ها که بگیریم کانتی ها و دیگه اداره ولایت است که توسط شورای ایالت که انتخابی است اداره میشه و در رأس از او یا پریمیر یا صدر اعظم یا وزیر اعلی اگر نام شد میتین، در مثلا در پاکستان هم در هند هم وزیر اعلی نام شد مونده، ما رو میتونیم وزیر اعلی در نام شد بانیم و والی در جدا باشه، وزیر اعلی جدا باشه یا حکمران میتونیم نام شد بانیم. خب کسی را که مردم انتخاب میکنم ما نامش ماندیم در اینجا حکمران به حساب مسابقه افغانستان نمو تجربه تاریخی افغانستان که او توسط مردم انتخاب میشه، یعنی از توسط مردم وقتی شورای ولایتی انتخاب میکنن شورای ولایتی از بین خود حکمران میتونه انتخاب کنه که حکومت ولایتی را تشکیل بده و کارهای روزمره را اداره کنه. در پهلوش ما والی داریم که والی یا در استرالیا برام گورنر، در هندوستان و پاکستان برام گورنر یاد میشه یا توسط حکومت مرکزی تعیین میشن، اگر ما رئیس جمهور داشته باشیم یا پادشاه داشته باشیم یا امیرالمومنین داشته باشیم یا رئیس دولت داشته باشیم، هر کسی که داشته باشیم والی رو انتخاب میکنه و وظیفه والی چیست؟ وظیفه والی حفاظت از قانون اساسی است، نظارت از قانون تطبیق قانون اساسی است، نظارت از ایست که حقوق
اساسی مردم زیر توسط حکومت محلی یا ولایتی پامال نشه، حقوقی که در قانون اساسی برای مردم داده شده، کسی مجبور نشه به خاطر زبان خود، به خاطر مذهب خود از ولایت یا به خاطر قومیت خود از ولایت مجبور شود ترک کنه این ولایت ها. یو و همچنان تمامیت ارضی کشور محفوظ باشه، وحدت ملی مردم افغانستان محفوظ باشه. این وظایف حکومت مرکزی است یا والی است. والی در کارهای ایالتی مداخله نمی کنه، تمام امور اداری ولایت مربوط به حکومت ولایتی است، مربوط به امور حکمران است که توسط مردم از طریق شورای ولایتی انتخاب میشه یا تعیین میشه و مردم خودشان میفهمن که در امور زندگی خود هر چی که دلشان خواسته باشه در قوانین مدنی را که در پارلمان خود، در پارلمان یا شورای ولایتی تعیین میکنن، تصویب میکنن، اداره میکنن ایالت خود. موضوع عایدات و مالیات توسط قانون اساسی تعیین میشه که سهم ولایات، سهم هر واحد اداری از بودجه دولت به اساس فیصدی نفوس ولایت میباشه برای کارهای انچافی و کارهای پیش بوده. همچنان واحدهای اداری منابع عایداتی داخلی خود میداشته باشن از طریق فعالیت های تجارتی، از طریق تعرفه ها، از طریق جواز ها، لایسنس ها و غیره، مثلا صفای کوچه، تکس بالای خرید فروش جایداد ها و غیره. اما مالیات بر عایدات انفرادی و شرکت ها این مربوط به اسم حکومت مرکزی در آستانیام ترس ها. مالیات بر عایدات فردی و مالیات شرکت ها مربوط است به حکومت مرکزی که حکومت مرکزی ایره جمع میکنه. همچنان عواید گمرکی مملکت مربوط به حکومت مرکزی است و حکومت مرکزی جمع میکنه و از این عواید مصارف حکومت مرکزی پرداخته میشه و سهم هر ولایت با اساس نفوس از او در هر بودجه در هر سال در نظر گرفته میشه و پرداخته میشه تا فعالیت های انکشافی با اساس از او انجام بگیره. خب هدف ایست که عدالت اجتماعی برقرار شود. خب همکارها و دوستای عزیز، من شنوندگان بسیار محترم از توجهتون تشکر میکنم. ما یکی دو سوالات بر ما رسیده که من میخوایم به این سوالات به صورت مشخص پاسخ بدم. بسیار دکتر صاحب خالدی عزیز سپاسگزار هستم، ممنونتان. یک قسمتی سوالاتی که برتان فرستاده بودیم جواب دادیم. در این بحثتان قسمت زیاد سوالات آمده و یک سوال مهم دیگه داریم مورد خدمت شما مطرح میکنیم. باز امرای دوستای عزیزم ببینیم چی سوالات وجود داره. بینندگان نهایت عزیز و مهربان، تشریف آوری شما را به برنامه امروزی خوش آمدید میگیم. لطفا لینک برنامه را بر سایر دوستان بفرستین و یا برنامه را در صفحاتون شیر کنین. بحث بسیار جالب است. دکتر صاحب خالدی یک شخصیت دانشمند و آگاه هستند و به سوالات ما جواب های بسیار قناعت بخش و منطقی دادن. اما طور که در اول ما گفتم، مؤلف های فدرالیزم با شرایط کشور ما اونطور که در آلمان مطرح است، میجز آقای شمال هم نوشته کردن، یا در کشورهای پیشرفته مطرح است، اما طور که آقای خالدی توضیح دادن، در کشور ما اون مؤلف های فدرالیزم عملی نیست. برای هر کار شرایط مادی و معنوی هر کار باید مساعد باشه که یک کار صورت بگیره. یک تعمیر وقتی که میسازین خشت و گل از وجود داشته باشه، کلکین و دروازه از وجود داشته باشه، زمین بر از او خریده شده باشه و بالاخره همه چیز از او آماده باشه. وقتی ما در یک خانواده زندگی میکنیم، از یک سوزن برای خانه نیاز داریم تا همه چیز، اما نیازمندی های یک فامیل باید مرتفع شود. فکر کنیم افغانستان یک فامیل، برای یک فامیل وقتی که ما میخواییم یک نظام سرش بسازیم، باید تمام شرایط عینی و ذهنی و کشور در نظر بگیریم. تخیلات بسیار ایتوپیایی بلند نکنیم، خیال پلو نزنیم،
کشور ما فقیرترین کشور جهان است، عقب مانده ترین کشور جهان است، عقب نگه داشتن نگاهش کردن. اگر نیم ما میتونیم که ثروتمندترین کشور جهان باشیم، به خاطر همون ثروت هایی که داریم ما را فقیرترین کشور جهان ساختن و ما را به اتفاق ساختن، خانه به خانه جنگاندن. اما تو خالدی سب بسیار عالی توضیح دادن، در کشوری که فقیر باشه عدالت اجتماعی تامین نمیشه، در کشوری که صاحب اقتصاد بلند نداشته باشین فدرالیزم یعنی چی؟ مانا یک خیال پلو است. برای کشور عقب مانده ما که ما را گفته خانه ملک نیمانیش، گفت کسب ما در خانه ملک بسته کن. در کشوری که ما خود ما مردم ما چیز روشن فکر است از افغانستان تخلیه کردن، چیز دانشمند است از افغانستان تخلیه میکنن و زنا را فشار میارن که نیم از جامعه سواد و علم و دانش پس بانن. یعنی چی؟ خالدی سیم توضیح داد. اینا رو میخواین معنویت کشور از بین ببرن که صدای ملت نبره. چی شرق چی غرب چی همسایگان ما، همه کشورهای استعماری به خاطر امی منابع ما، منابع سرشار که در وطن ماست و به خاطر امی موقعیت جو استراتژیک ما، ما رو تخرد و خار کردن. چند تا دلال، چند تا وطن فروش، چند تا حاکم بیوجدان بر ما در اینجا اونجا حاکم ساختن که اینا این منابع رو برشان مفت بفروشن یا این کشور مفت برشان. همینا بودن که میلیاردها دلاری که از جهان آمد در نیمش یک کمش در جیب زنا چکید دیگه شو اونا بردن. اینا صرف قصرا ساختن، موترهای لند کروزر سوار شدن. این ملت از گرسنگی و فقر میبره. طالبایی که کفر قبول ندارن در موتر، گفته دوست ما اینجا نشته بود که در لند کروزر موترهای امریکایی و غربی و ژاپنی اینا سوار میشن. سلاح کشورهای کفر میگیرن، تلفن کشورهای کفر در دستشان است، همه کار خود که وسایل کشورهای کفری انجام میدن که از نظر از اینا کفر است، از نظر از اینا مسلمان نیستن، ولی دستشان هم دراز برای کلش عذر میکنن که ما را به رسمیت بشناسین. هیچ عقل قبول کرده نمیتونه. بسیار زیاد تشکر از توجهتان، از کمنت های خوبی که نوشته کردین دوست عزیز. از خالدی صاحب یک سوال دیگه دارم که برشان نفرستادیم. او سوالی است که دکتر صاحب خالدی لطفا درباره تکثر قومی در افغانستان و تفاوت های از اونها با قومی گری. یکی تکثر قومی است که افغانستان گلستان اقوام مختلف است که اینا با هم برادر و برابر و دوست و صمیمی و یک جگر هستن با هم دیگه. اما تفاوت این تکثر قومی با قومیگری در چی هست و این قومیگری یا مقابله قومی از کدام زمان در کشور ما آمد و رای علیه از این مسئله که مردم ما را به جان هم انداختن و به جنگ قومی انداختن، به جنگ زبانی انداختن، به جنگ مذهبی انداختن. ببینین تکیه خانهای ما را اینا انفجار میتن، دست بیگانه است دهی. یعنی اختلافات مذهبی را دامن میزنن، اختلافات قومی را اینا دامن میزنن. رای حلی مازله چی از خالدی سیب؟ لطفا به این سوال جواب بگوییم. زنده باشیم. خب سوال مهمی است، برای که واقعا ما در 20 سال گذشته همه روزه موضوعات قومگیری رو برو بودیم. حتی ای از مگلاز گذشته بگوییم، ای شروع شده از زمانی که تنظیم های جهادی در پاکستان شکل گرفتن و تنظیم های جهادی در ایران شکل دادن. تمام ای تنظیم ها قسمی که قبلا گفتم بر اساس خطوط قومی، خطوط زبانی ایجاد شده بود. در این کار خارجی ها بسیار سهم داشتن، این دامن زدن. باور کنین ما در افغانستان وقتی که در مکتب بودیم، وقتی که در پانتون بودیم، ما هرگز یادم نمیاد که از بالفعل خود پرسان کرده باشیم تو از کجا هستی. برای ما همه یکی بود، یا از کدام قوم هستی، یا از کدام، همه یکی بود. ما این سوال مطرح بود برای ما. اما وقتی خارج آمدیم، بخصوص وقتی ما پاک استرالیا آمدیم سال 1986،
وقت روزنامه ها رو میخوندیم، رادیو تلویزیون رو میشنیدیم، اوضاع افغانستان وقتی او صحبت میکردن، مثلا میگفتن که امروز در کجا اوکرام حمله شده و کیره کده، مثلا میگفتن گلبدین حکمتیار پشتون تبار، یا مثلا میگفتن که ربانی تاجک تبار، یا مثلا فلانی در روزنامه هم چی نشته میشد، یا مزاری هزاره گفته میشد. ای برای ما نو بود، ما بسیار تعجب میکردیم، یا خودم شخصا برای من نو بود تعجب میکردم که چرا یا قوم در پولیش میگیرن، خب یا همهشان افغانستان، اگر بگوین که گلبدین حکمتیاری کار کرده، بگوین که برهان الدین ربانی مثلا نفرایشی کار کرده، اما نه، یا تاکید اساسی بالای قوم و زبان بود. این بسیار برای من هم نو بود، هم بسیار نگران کننده بود، و ما نتایج از اون امروز فهمیدیم که چی به سر افغانستان آورد. این خارجی ها، این مشاورینی که وجود داشت در مطبوعات غربی، در صحنه سیاست غربی، تمام روز به گوش رؤسای جمهور، به گوش حکومت های ازیا مسائل قومی افغانستان چیز میکردن، دیکته میکردن، و همیشه را میگفتن که به دروغ که افغانستان هرگز حکومت مرکزی نداشته و حکومت مرکزی قوی نداشته و ما افغانستان همیشه ملک و توایفی بوده، در حال که دروغ است، درست نیست. در زمان بود که ما در مکتب صنفای 12 یا بودیم، یا صنفای اول فاکولته، یا یعنی در 5 سالی که من در پانتون بودم، ای به خاطر دارم در مکتب که بودیم، مثلا ما از کابل حرکت میکردیم، شام در موتر طرف هرات میرفتیم، 1000 کیلومتر راست، هیچ گپ نبود، به بسیار آرامش و خاطر جمعی تا هرات میرفتیم، نه جنگی بود، نه امنیت کابل برقرار بود. پدر من قماندان امنیه بود در ولایات مختلف، در فرا مثلا قماندان امنیه بود، در یک ولسوالی یکی دو تا پلیس می بود، تمام ولسوالی که 30,000 نفوذ داشت امنیت وجود داشت، هیچ واقعی رخ نمی داد. مالیات خواهد مردم می دادن، تابع حکومت مرکزی بودن، هیچ مشکلی وجود نداشت. این دروغ های بزرگی بود که از نادانی و از نفهمی خارجی ها و مشاورین قضایی به اصطلاح بگوییم وابسته سر مردم افغانستان تحمیل شد، و ما به جای رسید که این اقوام مختلف تشویق و ترغیب کردن که شما به حقوقتان بخواین و بخیزین و غوغا کنین و کوشش کنید که بر اساس بر قومتان، بر زبانتان چیز کنید، وفادار باشین، و در اینجا منافع ملی وجود نداره، بجز منافع سمتی و منافع قومی و منافع، و این به گوش یک تعداد رفت و یک تعداد یاغی شدن بر اساس هست. و البته بازم بگویم که یک عامل دیگه در این قسمت وجود داشت که اون عامل خارجی است، مثلا در زمان حاکمیت حزب دموکراتی خلق، پرچم خلق، ای از طرف خود مشاورین شوروی هم دامن زده شد. مشاورین اتحاد شوروی وقتی دیدن که افغانستان اختشاش ضد دولت ادامه داره، فکر میکردن که اگر این تقسیمات اداری افغانستان به اساس قومیت صورت بگیره، این شاید به نفع مردم دولت، به نفع دولت تمام شود و طرفداری دولت زیاد شود. به میخاطر با چون در اتحاد شوروی اسم ملیت ها معروف بود که ملیت مثلا تاجیک و ملیت ازبک و ملیت قزاق و ملیت فلانی و فلانی، به مو اساس کوشش میکردن که میخواستن که افغانستان هم به مو اساس تقسیم شود. من درست پیش یک ویدیو ویدیویی شنیدم از حسن شرق، دکتر حسن شرق که صدر اعظم بود در وقت دکتر نجیب الله، و در زمان صدارت داوود خان، دوره اول صدارت داوود خان، مدیر قلم مخصوص داوود خان بود، یعنی شخصی بود که از بسیار سابق در سیاست افغانستان سهیم بوده، در اداره افغانستان سهیم بوده. این همی چند روز پیش من یک مصاحبه دیگه شنیدم با مثلا تلویزیونی، نمی فهم کام تلویزیون بود، کسی رو برای ما کلیپ شروع کرد، فکر میکنم خانم کریمی
ایره چیز میکرد، مصاحبه میکرد. و این واضی گفت که در زمان دکتر نجیب مشاور شوروی شمال افغانستان میخواستن که از طرف تاجیکا اداره شود. نجیب مسیر روان کرده در شمال افغانستان کور رئیس دفتر کشتمند بود در سابق، این روان کرد برن که تو پادشاه شمال باش یا قومنده یا حاکم حکمران شمال باش. او وعده داده برن بر تاجیکا که این مناطق شماست و همچنان دیگه کسار دیگه جایا. امیر خود حسن شرق گفت، این نام نجیب مسیر هم امیر حسن شرق گرفت. میگم یعنی اقدامات در جهت قومی ساختن تقسیمات اداری افغانستان توسط روسا سرعت گرفت. با اساس همون بود که روسا همراه احمدشاه مسعود پروتکل ها امضا کردن، به وعده ها و وعیدهای های به او دادن و که این ما نتایج در یاغیگری هایی که بعدا واقع شد میبینیم. و امروز امون نجیب مسیر ما بیانیاش شنیدیم، سخناش شنیدیم که چقدر این انسان بر ضد افغانستان است، بر ضد وحدت ملی افغانستان است و تمامیت ارضی افغانستان است. خب این نتایج اون زمان است. قومیگری در اون سالها شروع شده و این به اوج خود رسید در زمانی که دوباره اداری امور افغانستان امریکایی‌ها در سال 2001 به امی اتحاد شمال بگویم به امی رهبرای جهادی دوباره تفویض کرد و یا سر پشقل بالا شدن کشمیر دیدن و خیال کردن که یا صاحبای افغانستان است، در حالی که افغانستان صاحبای دیگه هم داره و کسایی داره که این کشور اجازه نمیده تجدید شود، اجازه نمیده بر اساس تبلیغات قومیگری ما وحدت ملی افغانستان بر هم بخوره. همونطور که تاجک برای هموطن ما، همونطور هزاره هموطن ما، همونطور پشتون هموطن ما، همونطور ازبک و نورستانی و ترکمن و بلوچ و غیره و پشهی ها هموطن ما هستند و حقوق مساوی در اداری مملکت دارند. هیچ کس نمیتونه برتری جویی از دیگه داشته باشه. اینترنت به خیلیم ضعیف کار میکنه. مهمیست بزی که واقعا ما در 20 سال گذشته همه روزه موضوعات قومگیری رو برو بودیم. حتی ای از اگر لازه گذشته بگویم ای شروع شده از زمانی که تنظیم های جهادی در پاکستان شکل گرفتن و تنظیم های جهادی در ایران شکل دادن. تمام ای تنظیم ها قسمی که من قبلا گفتم بر اساس خطوط قومی، خطوط زبانی ایجاد شده بود. در این کار خارجی ها بسیار سهم داشتن، این دامن زدن. باور کنین ما در افغانستان وقتی که در مکتب بودیم، وقتی که در پانتون بودیم، ما هرگز یادم نمیاد که از بالفعل خود پرسان کرده باشیم تو از کجا هستی. برای ما همه یکی بود، یا از کلام قوم هستی یا از کلام. همه یکی بود. ما این سوال مطرح بود برای ما. اما وقتی خارج آمدیم، بخصوص وقتی ما استرالیا آمدیم سال 1986، وقتی روزنامه رو میخوندیم، رادیو تلویزیون میشنیدیم، اوضاع افغانستان، وقتی او صحبت میکردن مثلا میگفتن که امروز در کجا اوکرام حمله شده و کیره کده، مثلا میگفتن گلبودین حکمتیار پشتون تبار، یا مثلا میگفتن که ربانی تاجک تبار، یا مثلا فلانی در روزنامه هم چنشته میشد، یا مزاری هزاره گفته میشد. این برای ما نه بود. ما بسیار تعجب میکردیم، یا خود من شخصا برای من نبود تعجب میکردم که چرا یا قوم در پولش میگیرن، خب یا همه شان افغانستان. اگر بگوین که گلبدین حکمتیاری کار کرده، بگوین که برهان الدین ربانی مثلا نفراشی کار کرده، اما نه، یا تاکید اساسی بالای قوم و زبان بود. این بسیار برای من هم نو بود، هم بسیار نگران کننده بود و ما نتایج از اون امروز فهمیدیم که چی به سر افغانستان آورد. این خارجی ها، این مشاورینی که وجود داشت در
در مطبوعات غربی، در صحنه سیاست غربی تمام روز به گوش رؤسای جمهور، به گوش حکومت های ازیا مسائل قومی افغانستان چیز میکردن، دیکته میکردن و همیشه را میگفتن که به دروغ که افغانستان هرگز حکومت مرکزی نداشته و حکومت مرکزی قوی نداشته و ما افغانستان همیشه ملک و توایفی بوده و در حالی که دروغ است، درست نیست. در زمان بود که ما در مکتب صنف 12 یا بودیم یا صنف اول فاکولته یا یعنی در 5 سالی که من در پانتون بودم ای به خاطر دارم در مکتب که بودیم مثلا ما از کابل حرکت میکردیم شام در موتر طرف هرات میرفتیم 1000 کیلومتر راست، هیچ گپ نبود، به بسیار آرامش و خاطر جمعی تا هرات میرفتیم، نه جنگ بود نه امنیت کابل برقرار بود. پدر من قماندان امنیت بود در ولایات مختلف، در فرا مثلا قماندان امنیه بود، در یک ولسوالی یکی دو تا پلیس می بود، تمام ولسوالی که 30,000 نفوذ داشت امنیت وجود داشت، هیچ واقعی رخ نمی داد. مالیات خواهد مردم می دادن، تابعه حکومت مرکزی بودن، هیچ مشکلی وجود نداشت. این دروغ های بزرگی بود که از نادانی و از نفهمی خارجی یا و مشاورین قضایی به اصطلاح بگوییم وابسته سر مردم افغانستان تحمیل شد و ما به جای رسید که این اقوام مختلف تشویق و ترغیب کردن بله. که شما به حقوقتان بخواین و بخیزین و غوغا کنین و کوشش کنین که بر اساس بر قومتان بر زبانتان چیز کنین، وفادار باشین و در اینجا منافع ملی وجود نداره، بلکه منافع سمتی و منافع قومی و منافع و این به گوش یک تعداد رفت و یک تعداد یاغی شدن به اساس هست. و البته بازم بگویم که یک عامل دیگه در این قسمت وجود داشت که هم عامل خارجی است، مثلا در زمان حاکمیت حزب دموکراتی خلق، پرچم خلق، ای از طرف خود مشاورین شوروی هم دامن زده شد. مشاورین اتحاد شوروی وقتی دیدن که افغانستان اختشاش ضد دولت ادامه داره فکر میکردن که اگر این تقسیمات اداری افغانستان به اساس قومیت صورت بگیره این شاید به نفع مردم دولت، به نفع دولت تمام شوه و طرفدارای دولت زیاد شوه. به می خاطر و چون در اتحاد شوروی اسم ملیت ها معروف بود که ملیت مثلا تاجیک و ملیت ازبک و ملیت قزاق و ملیت فلانی و فلانی، به مو اساس کوشش میکردن که میخواستن که افغانستان هم به مو اساس تقسیم شوه. من درست پیش یک ویدیویی شنیدم از حسن شرق، دکتر حسن شرق که صدر اعظم بود در وقت دکتر نجیب الله و در زمان صدارت داوود خان، دوره اول صدارت داوود خان مدیر قلم مخصوص داوود خان بود، یعنی شخصی بود که از بسیار سابق در سیاست افغانستان سهیم بوده، در اداره افغانستان سهیم بوده. این همی چند روز پیش من یک مصاحبه دیگه شنیدم با مثلا تلویزیون، نمی فهم کام تلویزیون بود، کسی رو برای ما کلیپ شران که فکر میکنم خانم کریمی این را چیز میکرد، مصاحبه میکرد و این واضح گفت که در زمان دکتر نجیب مشاورین شوروی شمال افغانستان میخواستن که از طرف تاجیکای داره شوه، نجیب مسیر روان کرده در شمال افغانستان که رئیس دفتر کشتمند بود در سابق، این روان کردن که تو پادشاه شمال باش یا حاکم حکمران شمال باش و وعده داده بر تاجیکا که این مناطق از شما و همچنان دیگه کسار دیگه جایا. امین خود حسن شرق گفت، امین نام نجیب مسیر هم امین حسن شرق گرفته میگم، یعنی اقدامات در جهت قومی ساختن تقسیمات اداری افغانستان توسط روسا سرعت گرفت. با اساس تموم بود که روسا همراه احمد شاه مسعود پروتوکول ها امضا کردن، به وعده ها و وعید های به او دادن و
که این ما نتایجش در یاغیگریایی که بعدا واقع شد میبینیم و امروز امون نجیب مسیر ما به نیاش شنیدیم سخناش شنیدیم که چقدر این انسان بر ضد افغانستان است، بر ضد وحدت ملی افغانستان، وحدت ملی افغانستان است و تمامیت ارضی افغانستان. خب این نتایج اون زمان است. قومیگری او سالها شروع شده و این به اوج خود رسید در زمانی که دوباره اداری امور افغانستان امریکایی ها در سال 2001 به امی اتحاد شمال بگویم به امی رهبرای جهادی دوباره تفریز کرد و یا سر پشقل بالا شدن کشمیر دیدن و خیال کردن که یا صاحبای افغانستان است، در حال که افغانستان صاحبای دیگه هم داره و کسایی داره که این کشور اجازه نمیده تجدید شود، اجازه نمیده بر اساس تبلیغات قومیگری ما وحدت ملی افغانستان بر هم بخوره. همونطور که تاجک برای هموطن ما، همونطور هزاره هموطن ما، همونطور پشتون هموطن ما، همونطور ازبک و نورستانی و ترکمن و بلوچ و غیره و پشهی ها هموطن ما هستند و حقوق مساوی در اداره مملکت دارند. هیچ کس نمیتونه برتری جویی از دیگه داشته باشه. بله. خب سوال مهمی است برای اینکه واقعا ما در پانتون بودم ای به خاطر دارم در مکتب که بودیم مثلا ما از کابل حرکت میکردیم شام در موتر طرف هرات میرفتیم 1000 کیلومتر راست، هیچ گپ نبود، به بسیار آرامش و خاطر جمعی تا هرات میرفتیم، نه جنگ بود نه امنیت کابل برقرار بود. پدر من قماندان امنیه بود در ولایات مختلف، در فرا مثلا قماندان امنیه بود، در یک ولسوالی یکی دو تا پلیس می بود، تمام ولسوالی که 34,000 نفوذ داشت امنیت وجود داشت، هیچ واقعی رخ نمی داد. مالیات خواهد مردم می دادن، تابع حکومت مرکزی بودن، هیچ مشکلی وجود نداشت. این دروغ های بزرگی بود که از نادانی و از نفهمی خارجی و مشاورین قضایی به اصطلاح بگوییم وابسته سر مردم افغانستان تحمیل شد و ما به جای رسید که این اقوام مختلف تشویق و ترغیب کردن که شما به حقوقتان بخواین و بخیزین و غوغا کنین و کوشش کنین که بر اساس بر قومتان بر زبانتان چیز کنید، وفادار باشین و در اینجا منافع ملی وجود نداره، وجود منافع سمتی و منافع قومی و منافع و این به گوش یک تعداد رفت و یک تعداد یاغی شدن بر اساس هست. و البته بازم بگویم که یک عامل دیگه در این قسمت وجود داشت که اون عامل خارجی است، مثلا در زمان حاکمیت حزب دموکراتی خلق پرچم خلق ای از طرف خود مشاورین شوروی هم دامن زده شد. مشاورین اتحاد شوروی وقتی دیدن که افغانستان اختشاش ضد دولت ادامه داره فکر میکردن که اگر این تقسیمات اداری افغانستان به اساس قومیت صورت بگیره این شاید به نفع مردم دولت به نفع دولت تمام شود و طرفداری دولت زیاد شود. به میخاطر و چون در اتحاد شوروی اسم ملیت ها معروف بود که ملیت مثلا تاجیک و ملیت ازبک و ملیت قزاق و ملیت فلانی و فلانی، با مو اساس کوشش میکردن که میخواستن که افغانستان هم با مو اساس تقسیم شود. من درست پیش یک ویدیوی شنیدم از حسن شرق، دکتر حسن شرق که صدر اعظم بود در وقت دکتر نجیب الله و در زمان صدارت داوود خان، دوره اول صدارت داوود خان مدیر قلم مخصوص داوود خان بود، یعنی شخصی بود که از بسیار سابق در سیاست افغانستان سهیم بوده، در اداره افغانستان سهیم بوده
یعنی چند روز پیش من یک مصاحبه زیر شویدم با مثلا تلویزیون، نمی فهم کام تلویزیون بود، کسی رو برای ما کلپ شران که فکر می کنم خانم کریمی ایره چیز میکرد، مصاحبه میکرد، و این واضح گفت که در زمان دکتر نجیب مشاور شوروی شمال افغانستان میخواستن که از طرف تاجیکا اداره شود، نجیب مسیر روان کرده در شمال افغانستان که رئیس دفتر کشتمند بود در سابق، این روان کرده بند که تو پادشاه شمال باش یا واکم حکمران شمال باش، او وعده داده به تاجیکا که این مناطق شما، و همچنان دیگه کسار دیگه جایا. امیر خود حسن شرق گفت، امیر نام نجیب مسیر هم امیر حسن شرق گرفته میگم. یعنی اقدامات در جهت قومی ساخته تقسیمات اداری افغانستان توسط روسا سرعت گرفت. با اساس همون بود که روسا همراه احمدشاه مسعود پروتوکول ها امضا کردن، به وعده ها و وعید های به او دادن، و که این معانتهایش در یاغیگری هایی که بعدا واقع شد میبینیم. و امروز امون نجیب مسیر ما بیانیاش شنیدیم، سخنهایش شنیدیم که چقدر این انسان بر ضد افغانستان است، بر ضد وحدت ملی افغانستان است و تمامیت ارضی افغانستان. خب این نتایج اون زمان است. قومیگری در او سالها شروع شده و این به اوج خود رسید در زمانی که دوباره اداری امور افغانستان امریکایی ها در سال 2001 به امی اتحاد شمال بگویم، به امی رهبرهای جهادی دوباره تفویض کرد و یا سر پشقل بالا شدن، کشمیر دیدن و خیال کردن که یا صاحبای افغانستان است، در حال که افغانستان صاحبای دیگه هم داره و کسایی داره که این کشور اجازه نمیده تجزیه شود، اجازه نمیده بر اساس تبلیغات قومیگری ما وحدت ملی افغانستان بر هم بخوره. همونطور که تاجک برای هموطن ما، همونطور هزاره هموطن ما، همونطور پشتون هموطن ما، همونطور ازبک و نورستانی و ترکمن و بلوچ و غیره و پشهی ها هموطن ما هستند و حقوق مساوی در اداره مملکت دارند. هیچ کس نمیتونه برتری جویی از دیگه داشته باشه. بینندگان نهایت عزیز، به تماشای برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. بر همتون سلام و تعظیم تقدیم میکنم. از هر سب نوشته کردن که شاید تکرار میشه برنامه، بله این قسمت دوم بنابر مشکلاتی که اونا داشتن نیم شب بوده استرالیا، سوالا رو برشون داده بودیم، ضبط شده بودی صحبت و اینجا نشر کردیم.